در قلب گوتنبرگ دومین شهر بزرگ سویدن، شهری با دومین میزان بلند مهاجران در این کشور. جشنواره فرهنگی با همه مهاجران اینجا برگزار شده است. جشنواره برای آشنایی سویدنی ها با فرهنگ های مهاجران و نیز گسترش فرهنگ مهاجران در میان سویدنی ها. در این جشنواره از صنایع دستی تا غذا و برخی دیگر از داشته های فرهنگی مهاجران به نمایش گذاشته شدند. شریفه سحر، مسئول انجمن فرهنگی خوب در گوتنبرگ، برگزاری چنین جشنواره های را ارزشمند می داند. تأثیر بسیار زیاد داره که در جامعه از خود بودن تجربه بکنن و بسیار براحتی معرفی بکنن زبانشان، فرهنگشان، لباسهایشان، صنایع دستیشان و دربارش صحبت بکنن. هم خودشان دانششان بیشتر میشه و هم جامعه سویدنی که ما در اونجا زندگی میکنیم دانششان بالا میره درباره فرهنگ و آداب و رسوم کشور افغانستان. چگونگی پوشش مردمان هر کشور بخش مهمی از فرهنگ بومی کشور هاست. مردمان هر بخش از افغانستان است پوشش های متفاوت سنتی دارند. لباس های برای مردان و زنان، لباس های دست دوخت سنتی افغانستانی است و خوبی در این جشنواره جلوه نمایی می کرد. تیلدا کارلسون سویدنی است که از برتن کردن لباس سنتی زنان افغانستان خیلی ذوق زده شده است. نخستین بار است که من لباس افغانی به تن می کنم. قبلا فقط آنها را در عکس ها دیده بودم، اما این نخستین بار است که به تن می کنم. بسیار رنگ های قشنگ داره و بسیار زیبا، اما سنگین است. رقص و موسیقی سنتی کشورها هم بخشی از داشته های مهم فرهنگی هر کشور است. چنان که در این جشنواره فرهنگی نیز رقص های سنتی و موسیقی سنتی مهاجران بر رخ سویدنی ها کشیده شد. از طریق فرهنگ و عنعنات و رسوم زندگی ما میتونیم به تمام افغان ها، اولاد ها و نسل آینده ما ایر بیاموزونیم که یعنی اونا بفهمه که اونا کی هستن. یعنی افغان بودن تنها با نام و بیرق ما نیست. سویدن چون بسیار از کشورهای دیگر اروپایی در سالهای پسین گواه مهاجران و با فرهنگهای متفاوت بوده است، چیزی که چند فرهنگی بودن این کشور را برجسته تر می سازد. برای رشد و نگهداری فرهنگهای مهاجران نیست هزینه های هنگفت می شود، چنان که جشن فرهنگی باهمی اینجا رنگ دیگری بخشیده است. عبدالولی آریان، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، شهر گوتنبرگ.